با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. اول به صدا کنید پنکست پاسرش هم دادم، ولی خب هم گرم هم شرجی هستیم. من خبر زیاد دارم براتون، ولی یکی از خبر مهمی صرف شدن حرف من از دو سه روز قبل تا الانه. اما خبری که الان دستم رسیده و واقعا آقای قدر بادی آقای چیز بدونیم، رئیس جمهور بدونیم، اینه واقعا شاهکاریه در خودش و نشان دهنده اینه که واقعا دلش واسه مردم میسوزه، به خاطر کشور میسوزه، اما نمیذارن کار. ولی اینجا حرف پیشنهاد خیلی خوبی داره، عملم کرده بهش با هم میخونیم. آقای فوری مسعود پزشکیان مشکل کمبود برق کشور حل کرد. جالبه بعد واسه آقای راحت‌تر عرق دارم الان برق داره میره عراق، اونجا میفرستن پولم بهشون نمیدن، هزینه برق کجا و کجا کجا همه رو میدن، ولی آقای پزشکیان دمش گرم بش بدم اینا کیف کنه. صرف جوهای آقای رئیس جمهور در مسئله برق، برق اضافه رو خاموش میکنیم که در هیئت دولت بی خودی چراغ رو روشن میکردن خاموش کردیم، پرده رو بسته بودن برق روشن میکردن، پرده رو باز کردیم برق ها رو خاموش کردیم تا جایی که بتوانیم تحمل بکنیم، از کولر هم استفاده نمی کنیم. حل شد تمام شد پیکارش، حل شد تمام شد پیکارش. یه تابستون بوده خانم بچهش میبره مسکری کار کنه، کار یاد بگیره، یه روز میره و بی فرداش نمیره. مادرش چه نمیری؟ یاد گرفتم. میگه باری که چیکار میکنی؟ میگه یه چیزی مثل میگیریم پهن کنیم تو لبه میزنیم بهش میشه مجمه. خب باز یه کاسه میگیریم چیز میگیریم مثل میگیریم توشی میزنیم گل میشه کاسه. تموم شد. باری که الان پسر چه سوی داری؟ هفته بعد میگذاشتن مسکری سکو به اینجا بدم چه نه سر کار تو. مادرش خوب یاد گرفت آقا جون، گفت چطور یه تعریف اجنبی شد؟ گفت پدر سوخته یاد گرفته به نمشم یاد داده. آقای میرهای میره میدونی تا من سخن نگفته باشه ایونش نافته باشه، ولی تو کوچیکتر از حرف هستی، نه که تو همه تون از هم بیفتید. و این حرف زدن تو واقعا اونه که آدم تو رهی دادن خجالت مال اونها، خجالت مال اونهایی که اصلاح طلب و کفت و زهرمار رو اینا بمیرید همه تو هم دیگه. این به نمایی شما حرف میزنه، زبون بون فلان جاتونی بس کنید دیگه، خودش بس میکنه، بعد خودش کافیه. پسر شهید هنیه، حالا اینو پیداش نکردم که وارث و راست پیدا شده، موشک داشت شونده تلفن پدر همراه پدرم رو ردیابی کرده بود. حالا گوشم بعد نمیخواسته، ولی یه زورم اومده یعنی پیدا کرده بوده، بعد موشک اومده رفته از اون چرخیده اومده رفته روی پاپایی زده بود، بعد دست بوده بمبی تو تاش نذاشتن فردا کردن. رانندش بغل دست چیکار میکرد ما دیگه نمیدونیم دیگه، اون دیگه باید از سعید توسی پرسید. البته از عیاشی میومدن مستم بودن، همون دم و در تحقیقشون دادن، بعد بغلش رو دیگه. عبدالسلام هنیه ضمن تکذیب ادعاهای درباره وجود بمب در اتاق شهیدانی گفت موشک داشت شونده تلفن همراهی را که شب حادثه در اتاق پدرم به نفی سر او قرار داشت ردیابی کرده بود. باقیش نمیخوام حالا واسه به هم بخواد اینا. خب حرفی زدم بهتون چند روزی پیش به سرعت سبز شد. ترامپ ایران عرب نیست و میتواند یک همپیمان خوب برای آمریکا در خاورمیانه باشد. ایران عرب نیست، فهمیدم. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز نه زمین دوستی با ایران فراهم کرده بودم و قرار بود اولین کار در دولت جدید امضای قرارداد صلح با ایران باشد، اما بایدن با تقلب کار خراب کرد. آره دیدیم اومد پاره کردی و ایرانی رو بیرون راه نهدی و فلان کردی و یکی از که افراد تروریست برای دنیا ایرانی رو مطرح کردی و دیگه اسپیناش که هست ترامپ زوال عقل گرفتی. نه حالا نه زوال عقل نیست، بخشید اشتباه کردم. شما به ذلت افتادی، ناچار این گوها رو بخوری، ولی ملت ایران با یه حرفاتی خام نمیشه. تو برو شلوار تو جمع کن، تو برو خانم بازی تو بون کسافت، تو برو دروغاتو بگو، تو عدی از حرفا گذشته دیگه، آخر خطه، آخر خطتونه. میایید مستعمره ایران میشید، افتخارم میکنه افتخار ایران بپذیره، افتخارم باید بکنید. بایدن آمده دست سیاپوستر گرفته لحظه من دیگه نشون داد دیگه اینجور رسوا میشه. چما یه با خواهر درجه یک
توی این سن سال نمیتونه خودش نگه داره. بله، من زمینه به دوستی با ایران فراهم کرده بودم و قرار بود اولین کار در دوره جدید امضای قرار صلح با ایران باشد، اما بایدن با تقلب کار خراب کرد. صلح با ایران باشد یا با حکومت ایران باشد؟ اینجا هم داری گاف میدی. مردم ایران حکومت ایران قبول ندارن آقای ترامپ. اگه نمیدونی بدون، اگه خودت به خریت زدی، قیافت هم از گاو اون برتر هست بدون. ولی یه بد خبری برات دارم که اون سرش ناپیدا. کف کنی، اگه تو بفهمی ایران عرب نیست، میتونه یه همپیمان خوب برای ایالات متحده خاورمیانه باشه. داره عرب هم مرد. تو باید باشی، او تو باید باشی، تو باید باشی، تو و اربابات باید باشی، تو هم پاریکت باید باشی. اگر ایران رو هم پیمان کنیم، دیگر نیازی به عرب نداریم و میتوانیم منافع آمریکا رو تامین کنیم. برای ایران هم خوب است که با ما باشد. تو گه خوردی با جدا با ایران بود، با 44 تا با شما بود، آوردی کارتر تو آوردی اینا پشت پردم هم دیگه گویه پخ هستی، یک کسافت هستید. خوشم میدی روزار میبینم، این ذلت و خفت رو میبینم. ما کشور ثروتمند هستیم و این چیزیش که ایران باید با توجه کنه. اروا هم مرد ثروت هم میبینیم، دزدی و قتل و غارت و فساد و کشور قوقا میکنه. نمیشه دیگه اخبار پخش کنه، هم تو هم انگلیس هم اروپا. اینا از یه کارهای کردین هست. تو میدونی چه لحظه به خیلی از ایرانی زدی میخواستن بیان اونجا، نتونستن بیان. چه لحظه میزدی با مغز تاپ خوردت گیچیت. حمله یهودان افراطی به روسانشان فلسطین، آمریکا و اسرائیل رو محکوم کردن. حالا دیگه اونام تو خودشون چیز دارن که دیگه افراطی ها باز فلسطین افراطی دیگه چی هستن. خب، مصطفی پور محمد در رو پزشکان در زمان انتخابات او را دیگران اداره می کنند. نکه تو رو نمی کردند، نکه تو رو ببخشی مردم نمی کردن چیز دیگه بود. خبر آنلاین، پور محمد گفت پزشکی مربی توانانی نیست و دیگران رو اداره می کنند. او تفکر مستقیم برای مدیریت آنی کشور ندارد. تو که داشتی گوی خوردی کسافت. پزشکی نه تجربه دارد، نه قدرت جمع‌بندی و اجماع سازی، نه اجماع سازی دارد. حتی در بلوک فکری خودش هم طرفدارش هم دچار پراکنده شدند. خب، افزایش گزارش از زنان پلیس بریتانیا میگوید حمله‌های خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران در شبکه حمل و نقل این کشور در دو سال گذشته 50% بیشتر شده است. تحقیقات نشان داده که بیش از یک سوم زنان در سفر با قطار یا مترو هدف آزار و آسیب جنسی قرار گرفتند. این لحظه ایست که ادگار جونیور پارسال توسط پلیس حمل و نقل بریتانیا دستگیر شد. این مرد 50 ساله به یک زن در قطار تعرض جنسی کرده بود. او به جرم خود اعتراف کرد و به 20 ماه زندان محکوم شد. اما آمار جدید نشان می‌دهند که این یک استثنا نبوده. پلیس حمل و نقل بریتانیا گزارش داده که به طور متوسط روزانه 30 گزارش از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان یا دختران دریافت می‌کند. تعداد گزارش‌ها در دو سال گذشته 50% افزایش یافته. گزارش‌های آزار و اذیت جنسی نیز در همین دوره بیش از 2 برابر شده و گزارش‌های تعرض جنسی نیز 10% افزایش یافته. بیشتر زنها و دخترها در گذشته هم در شبکه حمل و نقل عمومی مثل قطار و مترو با مواردی از آزار و اذیت جنسی و انواع دیگر جرایم جنسی غیر تماسی روبرو بودن. برای خیلی از زنها و دخترها این چیز جدیدی نیست، ولی خب میدونیم که متخلفان میتونن وقتی که شبکه حمل و نقل شلوغه راحت تر به زنها دسترسی پیدا کنن. پس نباید تعجب کنیم که این همه خلافکار وجود داره. کارزارهای مختلفی برای تشویق زنان به گزارش خشونت. خب تا آخر خوندید دیگه، شده چی گفتن دیگه. انگلیس جوری شده، پلیس غیر پلیس همه نوام، بعد اعلام کردن هر کسی اینا رو پخش بکند به حبس دچار می شود، گوشیش ضبط میکنن. فقط 2-3 هزار نفر گذاشته فقط کنترل کنه خطاره که کسی فیلم پخش نکنه. خوب این روزا رو میبینم، خوب ذلت رو میبینم. سیاست انگلیس آقای محمد، تو نمیدونی. من نمیدونم، جد آباد نمیدونه. تو که میدونی ببین، سیاست ضد انسانیت سیاست نیست، کثافته. سیاست ضد بشریت سیاست نیست، بیشرفیه.
هرومزادگیه، نتیجه میبینیم. حالا جوری میشه اصلا کسی انگلیسی یادش میاد چند سال دیگه کجا بوده چی بوده، یه جزیره فلان میسار مثلا حقش هست، حق به حق دار میرسه، شک نداره. البته اخبار دارم میگم، بعد کلیپ مهمی دارم، اون کلیپ خیلی مهم دارم براتون. بچه‌ها بدونم خیلی خوشحالم در سراسر دنیا استقبال عجیب از این کلیپ شد، کلیپ بعدی و تحولی در اولین بار ادعا میکنم، چون خودشون میگن استاد دانشگاه روانشناس دارم آقا، برای اولین بار در تو تاریخ، چون اگه قبلا هم بوده ثبت نشده، افتخار میکنم که به نام ایرانی ها ثبت میشه، واسه افتخار شماست. این حرف شما که بزنید همه جا براست دیگه، اون نظام پوسیده کثافت علم در خدمت مذهب، مذهب در خدمت همشون پسرم دیگه بمیونو قرض میدن، پاشید میپاشه، با واقعیت با طرف بشید و واقعیت هم همینه. پیشنویس یه قانون در چین، ثبت ازدواج آسان و درخواست طلاق دشوارتر می شود. بله. پیشروی ارتش اوکراین در خاک روسیه، تاثیر پوتین به عنوان آقای امنیت را مخدوش می کند. پوتین در طول دو دهه نیم حکومت چهره آقای امنیت را برای خود ترسیم کرده بود، یعنی تنها کسی که در این کشور پهناور قادر به حفظ امنیت روس هست. پوتین و مقامات روسیه حمله تمام عیار نظامی به اوکراین، یا به قول مقامات روسیه عملیات نظامی ویژه را به عنوان راهی برای تقویت امنیت ملی این کشور برای مردم روسیه عنوان کرده. تو هم میای، تو هم یه سر تسلیم میذاری جلوی پای ملت ایران، کشور ایران، تو هم میای اگه بمونی تا اون موقع، راه نجات همه شما از ایران میگذره، همه تون بدون استثناء. چون ما که تایی قصه شما بدیم چی هست که پوتین آقای روسیه تمام عیار حمله تمام عیار نظامی اوکراین رو به قول مقامات روسی ویژه نظامی ویژه عنوان را بنا رای برای تقویت امنیت ملی این کشور مردم تو روسیه ده. با گذشت دو سال نیم از این جنگ هیچ نشانه از ایمنی و امنیت دیده نمی شود و الاخر. میخوام در کلیپ بعدی مطلب رو بگم، آوانگارد باشید، پیشرو باشید، حرف نو بزنید، حرف نو روی اصول و قواعد و حرف علمی رو مستند، دیمی نباشه که شانسی اینجوری شده شد. و امیدوارم اون روز رو ببینم که دیگه این آشغاله که تو دنیا با اسم دین و ضد حوا به زن تعرض میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، بره همون جایی که بودند که میرون. خدمت هستم که یکی از شهرهای ایران که ام الفساد است توی این مسائل نجف آباد هست و اطراف اصفهان. اینها بالاترین تلفات و خوشبختی توی جنگ دادند، به درک واسه شدند، عملیات علیکی، عملیات مثلا با 4 فرقه با 40 نفر انجام میدادند و نتیجه شده قضاتی هستی هم دارو مطرح هستند. هر چی قاضیه ظالم، ساتسنگر، بیشرف، کلنگ به دست ببینیم مال منطقه هستند. خوبه که یه جایی هستید، چوبی بخورید که رای خونه تو هیچ اسم فراموش کنید به زودی زود. هرچی کثافت هست اونو قاضی، تو قاضی هستی؟ کلنگ دستیت، بی ناموس رو زده. و متاسفم اینو نمیخوام به حفظه باید توی هاشیان نمیخوام برم، 99% زنهای شما، دخترهای شما، پسرهای شما، بچه های شما فاسد هستند، چون آه و ناله پشت شده. میدونم میگم 100% نمیگم، شاید 1% زنهاشو طلاق گرفته باشند. خودتون مفعولید، فاعلید، کثافت نجاست. این نون حرامه، نون آه و ناله مردمه، نون آه و ناله مردمه. بخواه خوب بشه بچه دست گل بشه، نه دختر دو قلو تو نیات نه هست، دو قلو 14-13-14 رفتن بیرون، به طرف ها پول داده بیا با مای کاری بکنید. این نتیجه نون حرام آقا جون. خب صحبت خواهم کرد بعدن، دوتا که دیگه خواهم گذاشت، یه خورده اگه کند میذارم از چادر و ذریع حرف هست، ولی همین تا جایی که توان دارم در خدمت هستم، وقتی نیست دیگه نیست. خدا نگهدار. من اجازه بیدم هیچ کس باید تماس نگفتم، هیچ نمیگیرم دیگه، خودم از این بیشتر کوچیک نمی کنم، کوچیک نیست، ولی میبینم که خیلی ها بیخیال میشستند، خیلی ها میتونند و نمی کنند.
لاغر خصوصیش میکنم به 100 نفر کلیپام میفرستم 200 نفر میفرستم چون هزینه کرده لایق هست دلش میخواد پشت برای دوستان دوسته دو هزار از هستن نفر داری من داره 200 نفر هستم کافیه 200 نفر هستم کافیه لاغر حق اونها رو ضایع نمی کنم حق اونها که کمک میکنم من کلا در سطح دنیا 10 نفر یا 11 نفر دو نفر که من نروژ بودم که رفتن کنار تفتی ها مشکل داشتن و 9 نفر هستن کمک من دارن و آخ وقت اینها بیان جون بکنن کمک بکنن من بدم به توی نشستی اونجا یک لایک نمی کنی؟ یک لایک نمی کنی؟ توقع کارتم بشه؟ خیلی خنداره نه؟ ایام دو دلار مثلا نشست دو دلار نمی کشه تو رو و نمی کنی نمی کنی عمدن هم نمی کنی چون میخواد به همین روال ادامه بدی زندگی تو بدون برم فرق نمی کنه من از گوسی هیچ هرگز نمی میرم ولی این برای شما ها ایام میخوام بزرگتر باشه.